سلام، شبتون بخیر، وقتتون بخیر. سلام آقا سامان عزیز، حال شما خوب هستی؟ من اینه کم بزن بتونم ببینم. سلام به همگی، اومدیم دوباره به سوال شما جواب بدیم. ببخشید خیلی صدا میاد، ما توی استارباکس هستیم. عزیزم منم دلم برای تنگ شده. خب اگه سوالی دارید بنویسید، ما اومدیم سوالتون رو جواب بدیم. لاتاری که جواب شد دوباره برگشیم لاتاری. آقا لاتاری گفته از ریزاده کسی رو نمیاد. خب اگه سوال دارید اینجا بنویسید، چون واقعا حجم زیاده. من خیلی هم سعی میکنم دایرکت رو جواب بدم. درباره ایبیتری میشه توضیح بدی؟ ایزی اپلای کرده سوال پرسیدن؟ حتما. ایبیتری ویزای کار هست که از طریق کار میتونید گرین کارت بگیرید. خیلی خیلی چانس خوبیه برای گرین کارت گرفتن. زمانش هم محدوده، چون این چیزی هستش که بعد از کووید خیلی دارن باهاش گرین کارت میدن و احتمالاً هم زمان زیاد طول نکشه. شاید مثلا تا یه سال دیگه تموم بشه برنامه. بخاطر اینکه توی آمریکا ایمپلوی خیلی کم بودش، احتیاج به آدم داشتن که وارد بکنن. خلاصه اگر که بخواین با خانم و بچه و همه با هم دیگه گرین کارت بگیریم از طریق کار، این بهترین آپشنه. خیلی هم طول نمیکشه. حدود توی کیسای امیگرانت که بخوان ویزا بگیرن کمترین زمان داره، تقریبا یک سال و نیم تا دو سال طول میکشه که پروسس انجام بشه و مراحل اداریشو بگذرونه. میدونید توی بحث مهاجرت شما اگه بخواید از طریق خانواده اقدام کنی خیلی زمانش بیشتره. فکر کنم چند ساله؟ 10-15 سال میشه. یک پرونده داریم 2016 فایل شده. اگه از طریق خواهر برادر باشه آره، یا اینکه فرزند بالای 21 سال باشه آره طول میکشه. خواهر برادر که الان از 15 سال هم بیشتر طول میکشه. کمترین زمان داره کسیه که ازدواج میکنه بخواد همسرشو بیاره، که اونم همون یه سال نیم تا دو سال طول میکشه. و این EB3 به اندازه طول میکشه که کسی بخواد همسرشو از ایران بیاره. برای همین این کمترین زمانه. کسایی که با ویزاهای دیگه میان مثل توریستی، مثل تحصیلی، اینایی که سری میدن، سری خواست انجام دادین که توی اخبار اومده. یعنی از سطح عادی باید خیلی بالاتر باشه. باید برای کسی که به شما گرین کارت میده یه پوانی داشته باشه، یعنی بدون یه شخص خیلی خاص رو داره وارد آمریکا میکنه. اگه در سطح هنری اونقدر هستین و مدارج بالا دارین، حتما EB1 بهترین آپشنه برای شما. راحت گرین کارت میگیرن؟ به راحتی. دوستان برای جاب آفر کانادا آمریکا اصلا تمکن مالی احتیاجی نیست، یعنی بدون تمکن مالی انجام میشه. اینم شما باید جوابشو بدید. برادرم سیتیزن آمریکا، چجوری میتونه برای من اقدام کنه؟ شدنی هست؟ حتما شدنیه، ولی طول میکشه. آره طول میکشه. باید صبور باشی. 15 سال حداقل طول خواهد کشید، ولی شدنیه. به نظر من الان که چانس EB3 هست،
اگه اینو اقدام بکنین چیزی رو از دست نمیدین. یا اینکه میتونین مثلا اگر شما همسر دارین، یه شما از طریق برادرتون براتون اپلای بشه، همسرتون از طریق EB3 براش اپلای بشه، میتونین هر دوتا کیس رو جدا جلو ببرین، هر کدوم که سریع‌تر به نتیجه رسید اونو عملی بکنین. این کارم میتونین بکنین که زمانتون از دست ندین. دوستان عزیزم، شما حتی توی آمریکا اگر توی استیت دیگه، توی ایالت دیگه گواهینامه داشته باشید، مثلا تو تگزاس زندگی کنید، اگر بخواید بیاید داخل کالیفرنیا دوباره باید برید گواهینامه‌تون رو عوض کنید، یعنی باید طبق اون ایالت گواهینامه داشته باشید. پس اگر حتی از ایران هم میاید باید گواهینامه‌تون رو اینجا بگیرید. خیلی راحته، یه امتحان آینامی فارسی میدید، کتابش هم فارسیه. اتفاقا امروز میخوام برم DMV، اینجا به اداره گواهینامه میگن DMV، براتون دوباره عکس میذارم. یکی پرسیده بود تعداد سایتیشن برای NIW چقدره؟ حتی با 30-40 تا هم میشه گرین کارت رو گرفت. میگن منو ببرین آمریکا. کش این دفعه که اومدم یه چمدون بزرگتر با خودم میارم، همه شما رو میذارم تو چمدونم میارم. اوضاع کاریابی مهندسی عمران چطوره؟ شما مهندسی عمرانتون باید بدونیم در چه سطحی هست، چه مدارکی دارین، وضعیت زبانتون چجوره، خیلی چیزا باید بررسی بشه بعد جواب سوالتون داده بشه. این سوال چی جواب بدین؟ کدوم؟ من سربازی سپاه بودم، میشه برای جواب فرام آمریکا اقدام کنم؟ بهتره که الان اقدام نکنید. اگر اقدام بکنین همه کار میکنی مرحله آخر، اگر متأهل هستید همسرتون اقدام کنه تا ببینیم این پروسه میشه براش کاری کرد، چون خیلی درگیرش شدن توی آمریکا وکیلا. احتمال اینکه توی FBI چک به مشکل بخوره اونجا ممکنه مشکلی پیش بیاد، درسته؟ بله. خب ما کسی رو یادمون نمیره. مرسی از دوستان عزیز به خاطر لطفتون. آبی جان یکم وقت سفارت رو صبوری کن، یکم باید صبورتر باشی عزیزم. آره توی آمریکا هم قبول داری خون رو گرم تر شده نسبت به سالهای پیش؟ اصلا توی آمریکا هم اینطوری نبوده که قیمت ها اینطوری حس بشه که داره بالا میره، ولی توی بعد از کووید همه چیز گرون شده، روی همه چیز افکت کرده، روی اجاره خونه، روی خرید گروسری، روی همه چی افکت کرده. بچه یکی نوشته بود تمکن مالی برای آمریکا توریستی چقدره؟ باورتون میشه 85% آفیسر تمکن مالی رو نگاه نمی کنه؟ بقیه کیس مهمه. آره ولی باید داشته باشه. ولی حتما باید همراهتون باشه، حتما جز مدارک اصلیه. وقتی ملاقات چطور میشه باشه؟ وقتی اومدیم ایران حتما میبینیمتون، فعلا که اینجا هستید. خب سوالاتتون رو اینجا بنویسید، ما الان هستیم که سوالای شما رو. من ساکن آلمان هستم، میخواستم ببینم بدونم کف حقوق تو آمریکا به صورت میانگینه چند بود. استیت با استیت فرق داره، کالیفرنیا چقدره؟ الان اینجا 12-13 دلار مینیمم. 16 شده. من تازگی مینیمم ویج رو چک نکردم، ولی آخرین باری که من تو استارباکس کار کردم ساعتی 16 دلار بوده. آخرین بار که من خبر دادم 12 دلار بوده، ولی فکر کنم الان آره الان باید بالاتر رفته باشه. 16 دلار میتونم الان سریع چک بکنم. آره میتونیم چک کنیم بهتون بگیم. آره ولی ایالت های مختلف فرق میکنه مینیمم. بچه ها توی تگزاس با توی کالیفرنیا حقوق فرق داره، حواستون باشه. چشم، ما ایمیل های شما رو هم چک میکنیم. کسی که بریم سه لاتاری ها پا میشم مستقیم میام براش. ول کنی های لاتاری بیای بیرون. حدث درست 15 دلار و 50 سنت. بله ببین من قیمت تو دست دارم عزیزم، جوابتر میاری. آره مینیموش 15 دلار و 50 سنت کالیفرنیا تقریبا 16 دلاره، ولی شروعش ها
مثلا من دیده بودم بعضی موقع اینا نو زده بود تا 21 دلار هم میدن. آره درست. خب اینم جواب بدیم. چه سوالی چه بود چه برسیده بود من مهندسی آیتی هستم، من مهندس آیتی هستم، مدرکم لیسانسه، 10 سال سابقه کار دارم، چطوری میرم بدون درد سر مهاجرت کنم؟ خیلی خوب بود، همون ایویتری میشه دیگه، بدون درد سر و پول داشته باشی. آره ایویتری، الان نگاه بکنیم پول خیلی زیادی هم نیست، به خاطر اینکه کسایی که دانشجوی میان آمریکا فکر میکنن ارزون تر میان. شما باید شهریه بدید، ولی خب بستگی داره چه شغلی میخواییم براتون بذاریم. آره. کدوم ایالت باشه قیمتش متفاوته، ولی خیلی بهتر از تحصیلیه برازم. در نهایت همش یکی در میاد، تحصیلی یه جوری باید کم کم پولو بدی، ای بی تری به یه شکل دیگه همون پولو خرج میکنی، برای همین به نظر من از نظر قیمتی فرقی نمیکنه، ای بی تری دغدغش کمتره. دوستان عزیزم، ما برای اروپا فقط برای فنلاند کار انجام میدیم. من پزشک هستم 5 سال. خانم دکتر خوب هستی؟ دوستم خاطر عزیزم دلم برای تنگ شده. دوستان اگر توی اهواز و توی ایران کار زیبایی واقعا بی‌نظیر میخواین، خانم دکتر رو فالو داشته باشید. مرسی دوستان عزیزم. جواب لاتاری کی میاد؟ هر 4 سال لاتاری و رایگان ثبت نام میکنم، ولی امسال با شما نمیدونم چی کار کنم. بچه ما همه یه لاتاری ها رو خودمون جواباش رو چک میکنیم بهتون خبر میدیم. خب میگه که من میخوام اقدام کنم، از کجا میتونم اقدام کنم؟ شما داخل واتساپ ما کلمه آخری که مینویسید بنویسید جابافه. الان همه مینویسن جابافه. بچه ها ما برای فنلاند فقط تحصیلی اقدام میکنیم. شما جواب این سوالی میتونید بدید؟ یه دوستی دارم که آمریکایی داره باهاش حرف زدم، برای نامزدی میگه احتمال داره برای من دردسر باشه، آیا امکان دردسر براش هست؟ یعنی میخواد فیک و پیشنهاد نمیده. آره میخواد براتون از طریق نامزدی اقدام بکنه. ما داریم قانونی کار میکنیم، کیسایی رو که میگیریم باید قانونی باشه، چون بعدم میاد اینجا داستان میشه. لطفاً اگه میخواید کاری کنید حتما قانونی باشه. بفرمایید لاته ویزادار. چیرز. اگه مامانم بود میگو حرومش کردی. میگه ای بی تیری چیه؟ کی ما دیو ویدیو آره از اول ای بی تی ری رو چسته رفته. آره ای بی تی ری جاب آفر هستش، یعنی شما توی ایران هستین، مدارکتون رو برای ما میفرستین، ما تمام پروسس رو برای شما انجام میدیم، وقتی میاد اینجا گرین کارت براتون میاد، اجازه کار دارین، میتونین کار بکنین و تمام حقوق شهروندی رو برای خودتون و خانوادتون همراه با گرین کارت خواهید داشت. این مختصر و مفید بود، زمانش هم بین 1.5 تا 2 سال طول میکشه. خب بریم سوال بعدی. ما اصلا نه پناهندگی رو کار میکنیم. چرا همه فکر میکنن راحت ترین راه پناهندگیه؟ شما واقعا اینو قبول داری؟ تا آخه پناهندگی اگر بخوای سری وارد سری گرین کارت بگیری باید غیرقانونی وارد بشه. ما کار غیرقانونی نمی کنیم، هیچ اطلاعی هم نداریم کسی که غیرقانونی میان چطوره و چه کار دارن میکنن، ولی اگر توریستی بیاییم و بخوایم تبدیلش بکنیم به پناهندگی، قبلا سری بوده، سالهای قبل تا 1 سال مکسیموم همه کار انجام میشده، گرین کارت میومده. الان اینطور نیست، الان حداقل 10 سال باید صبر بکنین، پروسس مختلف داره و معلوم هم بچه باورتون میشه از 2016 به من زنگ میزنن توی آمریکا هستن هنوز نتونستن گرین کارت بگیرن. یه سوال دارم، چرا اینقدر گرین کارت رو تو کشیده؟ اینقدر یه سوالایی رو خیلی دیدیم، ما چند تا خودمون پروند از چه طریق؟ از طریق
یه تحصیلی یا توریستی اومدن پناهندگی اقدام کردن نتونستن همین؟ به خاطر اینکه این کشورهای مثل افغانستان و کشوری دیگه که مشکل پیدا کردن آدماشون پناهنده آمریکا شدن، اینا باعث شده که حجم درخواست پناهندگی بالا بره و پروسس طول بکشه. خب قبلا این مشکلات نبود، این همه جنگ و بدبختی نبود تو دنیا. درست. نشه ایشالله سال دیگه همین موقع همه یه آمریکا. ایشالله. همه همینجا تو استارباکس. همه با هم ویزا دار. چشم مریم جا، من ایمیلتون رو چک میکنم. خب یه سوال خیلی قشنگ پرسیدن دوستان، کسی که با پستاک یا تحصیلی وارد آمریکا میشه، خب خیلی ببخشید، کسی که وارد آمریکا میشه با پستاک یا تحصیلی، خودش ناخودآگاه با استادش مقاله داره، سایتیشن میگیره، خیلی راحت میتونه از طریق EB2 که میشه NIW گرین کارت بگیره. من مهندس صنایع هستم، 15 سال سابقه کار دارم، حدود 9 سالم تو خودروسازی کار میکنم. معمولا سوالشون اینه که چجوری میتونن اقدام کنن. اینا که گپ تحصیلی دارن، بچه ها پیشنهاد برمیگره به همون جاب آفر. با این سابقه کار جاب آفر بهتر میتونه بگیره تا تحصیلی. درود به همه دوستان عزیزی که داخل لایو هستن. اگر ما پیامی رو نمیبینیم عذرخواهی میکنیم، چون همزمان داریم سوالای شما رو هم جواب میدیم. کشور خوبیه برای پناهندگی. خب وقتی از طریق دیگه بشه رفت، چرا همش دنبال کار یه شبه ای؟ الکی میای خودتون رو بدبخت میکنی. بعدش هم پناهندگی ایرادی نداره، اما یه مشکلی که داره اینه که شما وقتی جایی پناهنده میشین، وقتی بخواد پناهندگیتون رو قبول بکنن، باید ثابت بکنین مشکل خطر جانی دارین در ایران. خب این چه کاریه؟ وقتی که خطر جانی دارین، یعنی که یا سیاسیه یا اجتماعیه یا مذهبیه. آره بیشتر آدم ها ندارن اینو، خیلی افراد کمی هن که مشکل جانی دارن. بعد شما وقتی میخواین برگردین ایران، مسافرت کنین، به خانوادت رو سر بزنین، اون وقت مشکل پیدا میکنین. هی باید تنتون بلرزه که تو فرودگاه گیر نیفتین. یه کمی اونشو باید بیشتر دقت بکنین، مگر اینکه بگین که من دیگه نمیخوام برگردم ایران. دوستان عزیزم، هر مربیگری میتونه، هر ساله یک چیز پینکو، هر کسی که مربی باشه، شنا، هر چیزی میتونه جواب آفر اقدام کنه برای کانادا. دوستان میگن که توی لس آنجلس شرکت عمرانی داره، میتونه دعوتنامه کاری بفرسته. 100% اگر آشنا دارید، ببینید که هزینه زیادی ده انجام بدید، راحت میتونید برای EB3 اقدام کنید. حتی دیگه با ما هم انجام دارید، خودتون میتونید راحت این کار رو انجام بدید. حتی خیلی راحت نیست، پروسسشو باید بدونم. واقعا پروسه اداریش سخته، ولی خب هزینهش خیلی منطقی تر میشه. واسه NIW میشه از ایران اقدام؟ بله، ما الان کلی پرونده داریم. نمیدونم خانم دکتر توی الان توی لایومون هستن یا نه، خیلی پرونده از ایران داریم برای NIW اقدام کردن. میشه؟ چرا نمیشه؟ خب سوالتون چیه عزیزم؟ نه، سوالتون رو بپرسید. آقا کوروش دوباره پیام بدید، یادم نمیاد شماره. اگر تجربه داشته باشید میشه، اگه مدرک هم داشته باشید برای مربیگری. ما برای جاب آفر دو تا راه داریم برای شماها، هم یه دونش اینه که مدرک داشته باشید، هم یه دونش اینه که تجربه داشته باشید و ما ثابت کنیم. هزینه EB3 بستگی به رزومتون داره، بستگی به ایالت داره. ترام بیاد چه کنید؟ تا قبل از اینکه ترام بیاد کاراتون رو بکنید. شما جواب بدید. این فکر می‌کنم برای کانادا خوب باشه، درسته؟ بله، شما اگر راننده هستید برای کانادا میتونید اقدام کنید. شما اگه سوالی دارید داخل واتساپ بذارید، من همین الان واتساپ رو نشونتون بدم ببینید چه خبره. این سب من جواب اینو بدم، برای 16 ساله ها چرا مهاجرتی پیشنهاد میکنن؟ یه رای هستش که خیلی خوب جواب میده، اونم ویزای دانش آموزیه.
16 سالگی سن خوبیه. اگر پسر هستن کمی دیگه صبر بکنن، به خاطر سربازی نمیتونن بیان بیرون. پسر هستن بهتره که تا قبل از که به سربازی بخورن بیان بیرون و ویزای دانش آموزی گرفتن خیلی خیلی راحت‌تر و آسان‌تر از ویزای دانشجویه، چون کسی که 16 سالشه نه سابقه‌ای داره نه کار خاصی کرده. برای همین من تنها راهی رو که میتونم بهتون پیشنهاد بکنم دانش آموزی هستش. بچه‌ها نگاه کن اینجا رو نمی‌دونم می‌بینه، بهناز داره پیام میده ولی اوکیه. ما 3428 تا پیام داریم، یعنی کلاینت های من همش هم عشقش. خواهش میکنم پیام میدی ناراحت نشید، من واقعا تا ببینم جواب میدم. حالا نگاه کنید 3000 خورده ای پیامه، خیلی ما سعی میکنیم. من که همکارشون هستم باید دنبالشون بدوم تا بتونم جواب تلفن بگیرم ازشون. بچه ها زنگ میزنم میگه تو رو خدا، به واتساپ زنگ میزنم، به تلفن زنگ میزنم، مسیج میدم، مستقیم زنگ میزنم. فقط مونده دیگه بیا دم در خونه دنباله. برای همه امروز گرفتمش تو ولش نمیکنم. یعنی بچه وقتی زنگ میزنه بندری واقعا من شرمندهش میشم. زنگ میزنه میگه 2 دقیقه دیگه زنگ میزنم، گوشی دستت باشه یه برداری. برای همه شما زیاد ناراحت نباشید، من هم همین مشکل دارم. گرفتن گریفتن از طرف خواهر تو خاک آمریکا چقدر طول میکشه؟ 15 سال حتما داشته. بچه فرق نداره کجایی، قبول داری؟ هیچ فرق نداره. آره هیچ فرقی نداره، شما داخل برای خانوادگی حتی با توریستی هم بیای. شما میشه بقیهش رو توضیح بدی؟ با توریستی اگه بیاین بخواین اینجا چنج آف استاتوس بکنین و خواهرتون براتون اپلای بکنه بازم 15 سال طول میکشه. زمان اون آخرش که دیگه میخواین اپوینتمنت بگیرین و FBI چک بکنین اینا اونا سریع انجام میشه، چون اینجا هستیم هیستوریتون اینجا بوده. ولی اگر EB3 یا NIW یا حتی توریستی بیاید و گرین کارت از طریق مثلا فرزندتون بخواید فایل کنید تو آمریکا خیلی سریعه، فقط ایالت کالیفرنیا نباشید بدبخت میشید. من خودم توی کالیفرنیا گرین کارتمو فایل کردم، 2.5 سال طول کشید تا گرین کارتم اومد. به خاطر اینکه حجم آدمایی که وارد کالیفرنیا میشن که ایرانی اصلا کلا خارجی آره. ولی من پیشنهاد میدم، ولی میخواین گرین کارت اقدام کنین از کالیفرنیا اقدام نکنین، من بشم درس عبرت شما. امروز ایران جمعه است؟ جمعه است، الان اینجا صبح جمعه است، اونجا شب جمعه است، جمعه شبه. با دیپلم جواب اقدام میشه کرد؟ بله، چون شما دارید هزینه میکنی دیگه مهم نیست. همه میگن کویت عشق چجوری میشه کویت. حالا اگه رفتید خوب بود بگید ما هم بیایم، من خیلی دوست دارم کویت رو برم ببینم. یه تفاوت بزرگ کشور عربی با آمریکا و کانادا که دارن اینه که کشور عربی کوچیک هستن و نمیخوان خارجی ها بیان و کشورشون رو یه موقع بگیرن. به شما زیاد اجازه نمیدن که صاحب خونه بشین، خیلی بالا پر بگیرید تو کشور. ولی آمریکا و کانادا کشورهایی هن که خارجی توشون زیاده و همه جوره آزادن مثل یه آمریکایی مثل یه کانادایی زندگی بکنن، هر چقدر بخوان املاک داشته باشن، هر چقدر بخوان پیشرفت کاری داشته باشن، هیچ محدودیتی براشون وجود نداره. این تفاوت بزرگ کشورهای عربی هستش با آمریکا و کانادا. دوستان عزیزم برای دریافتی های من همیشه برای دوستان ازشون میپرسم، یعنی واقعا تا جایی که بتونم توی پرداختی ها خیلی هوایی کلایت همونو داریم دیگه واقعا. بله من میدونم. بعضی موقع ما در رای رضای خدا خیلی کار میکنیم. یکی از همکارای من میگفت ساله ای تو این کاره نیستی، جمع کن برو. میگفت همه ای زنی میذاری داری برای مردم این چونه میذاری. برای ای بیتری کدوم یالت رو پیشنهاد میدید؟ فقط کالیفرنیا. خب بچه من واقعا اگه سوال ببینم جواب میدم. مرسی، خواهش میکنم. من اصلا بودن شما توی این غربت روزگارم رو میسازه. شما مرسی که هستی، مرسی عزیزم، مرسی، ممنونم. من عمران خوندم، 3 سال سابقه کار دارم، 40 سالمه. خب بذارم الان سوالتون.
شما برای EB3 میتونی اقدام کنی عزیزم. هما جان اوکی سوالتون رو جواب دادی. EB3 خصوصش اینه که مدرک زبانم نمیخواد داشته باشه، مثلا تافل چند بگیرم؟ خود اون کلی زمان بر هستش. خب سوالتون رو نمیبینم، اگه ببینیم جواب میدی. جاب آفر برای آرایشگری برای آلبرتا داریم، شهر ادمونتون. شما میرید اونجا، اگر باید لایسنسی مدرکی هم بگیرید کارفرما هزینه هاتون رو میده، محل اقامتتون هم با کارفرماه. منم میتونم برم؟ بله، پاسپورت آمریکا داره، میخواد بره جاب آفر. نه دیگه، قسمت شوخه بود. بچه هزینه جاب آفر توی ونکوور تورنتو فرق داره با این سه تا استانی که گذاشتیم. خب بچه ها سوالتون رو برسید، این ننویسین تو رو خدا، من دارم میبینم. من ناخونکارم، 34 سالمه. میتونید برای جاب آفر کانادا اقدام کنید. زن برای رانندگی چقدر لازمه داشته باشه؟ مثل بقیه هیچ فرقی نداری، اینجا زن و مرد نداری. شما با $500 یا $1,000 میتونید جاب آفر کاناداتون رو از ما قرارداد کارفرما رو بگیرید. بچه ها ببخشید اگه سوالی رو نمیبینی، حالا ما تازه لایو کاری از همون ناراحت نشی، ما هیچ کس رو فراموش نمی کنیم. یه سوالی که همیشه از ما میپرسن میدونی چیه؟ برای افغان های عزیز، دوستان ما که فرقی نداره، ما افغان و غیر افغان نداریم، برای همه اقدام میکنیم. دوستان عزیز اگه سوالی دارید بازم بپرسید. چیرشون رو بلاکش نه. من یه خیلی تازه کارم اینو میکنم. در ادامه یه سوالی دیگه دارم میپرسم. راننده کامیون میتونه تو هر جای کانادا کار کنه؟ اگر برای جابر بگیر میدونیم. دوستان از نظر اخلاقی شما وقتی که یه جاب آفر میگیرید میرید توی اون جاب آفر برای 2 سال، بهتره که 2 سالتون رو تو همون شهر بمونید. 2 سال که تمام شد هر جایی میتونید برید. بازم بستگی به کانترکتتون داره. آره. که با اون ایمپلویر میبندین. دوستان جوشکار، بنا، نجار، شغلای جنرال، نگهبان، ما چقدر برای کانادا نگهبان احتیاج دارید. شما هر چیزیه که خودتون شغلتون هست ما همونو تقریبا توی کانادا براتون جاب آفر میگیریم. یه اسکرین شات برامون بگیرید بفرستید. من همسرم کارمنده هواپیماییه، هوایی هستم، برای جاب آفر کانادا میشه اقدام کنم. بله بچه ها برای هر شغلی میتونید اقدام کنید. اگر خود شغل نشد یه شغلی تو همون مایه ما برای شما انجام میدیم. آره ممکنه دقیقا با همون کوالیتی شغلی که تو ایران داشتین ممکن دقیقا همونو نداشته باشین اینجا، ولی یه چیزی نزدیکش مرتبط، شاید یه لول پایین تر، ارزششو داره زمان رو بذارین بیاین اینجا تا بعد کار مورد علاقتون و تو تخصص خودتون رو پیدا بکنید. میگه برای خانم ساره ویزای دانش آموز میشه شهریه دانش آموزا رو داخل ایالات های مختلف. این سوالی که میپرسین نمیتونم جوابشو دقیق بهتون بدم، به خاطر اینکه توی هر ایالتی، حتی تو هر ایالتی هر منطقه‌ای قیمت مدرسه هاش فرق کنه. ما با توجه به جایی که میخواین وارد بشین میگردیم بهترین قیمت رو براتون پیدا میکنیم و بهتون اطلاع میدیم. باید لوکیشن رو بدونیم که کجا قرار. مثلا الان یه دونه دانش آموزی داریم که برای فلوریدا میخوان اقدام کنن. معمولا ایالت های سمت اون در آمریکا هزینه هاشم کمتره. آره من دانش آموز داشتم زیر 10,000 تا براش
ویزا گرفتم دانشجو. یه دونه 7000 تا بود. یه دونه 7000 تا داشتم. یه شهریه داشتیم براش 7000 تا. یعنی اینجوری نیست که شما بگید وای الان مثلا اگه بخوایم بیاین کالیفرنیا اینجا این لامصب گرونه. آره ولی مثلا چند وقت پیش برای یه نفر توی کالیفرنیا تو ایرواین گرفتیم که البته مدرسه خیلی بزرگ و خوبیه، اون 40000 تا شد. ولی تو کالیفرنیا 20000 تایی هم هست. کوالیتی مدرسه فرق میکنه ولی خارج از کالیفرنیا حتما ارزان‌تره. مریم جان 500 دلار 1000 دلار نگران نباش. سوالتو دیدم انقدر گریه گذاشتی. آیا با سن 16 سال بدون دیپلم ولی مدرک EB2 داشته باشه؟ EB2 آلمانیه، زبان آلمانی مدرکش EB2ه. داداش من این راه رو رفتم، من آلمانی هم خوندم. با سن 16 سال بدون دیپلم خب میشه اومد آمریکا. آره. خیلی راحت. ولی اگه کلاس 12 باشه پیشنهاد نمیدن. کلاس 12 ویزای دانش آموزی نمیدن. 16 سالگی سن خوبیه، هنوز به آخرش نرسیده، به آخر های اسکول. سال آخر رو ویزای دانش آموزی نمیدن. دلیلش هم بهتون میگم، چون یه سری واحدها رو بچه‌ها باید بگذرونن. توی ایران خب یه سری واحدها رو نگذروندن، باید یکی دو سال وقت داشته باشن تا بتونن اونا رو بگذرونن، دیپلم بگیرن. سال آخر که بیان اون یک سال آخر کافی نیست برای اینکه بتونن تمام واحدهای عقب افتادهشون رو بگذرونن، برای همین خودشون به دردسر نمیندازن و نمیدن. نرگس جان توی واتساپ بنویس استارتاپ، من باهاتون حتما صحبت میکنم. میگه چجوری میگه چجوری اعتماد کنیم به تو. عزیزم اعتماد نکن. مجبور نیستی اعتماد کنی. چرا میخوای اعتماد کنی؟ تو ایران نشستی کنار خانواده‌ات، چای تو بریز بخور، مامانت هست، بابات هست، چرا میخوای اعتماد کنی؟ اصلا مهاجرت چیه؟ پیر شدم، موهای سرمون رو ببینی. ببینی رنگ میکنیم. بچه این همکار من متولد آمریکا است و اینجا بزرگ شده تقریبا. از آمریکا یکم برامون میگی؟ البته سالهای مهم زندگی ما ایران بودم. تا چند سالگی ایران بودی؟ تا 25 سالگی. آها، یعنی ما اینجا به دنیا اومدی؟ اینجا دو سالم بوده. خانوادم از اونایی بودن که زمان انقلاب ایران بهش. بچه دوستمون هم خوزستانی ها. من میگردم خوزستانی ها رو پیدا میکنم. من احواز بزرگ شدم. به به احوازیه. پدرم اینجا درس خونده زمان قبل از انقلاب، برای انقلاب. آقا ما تو لایوی، آقا تو لایوی. رفتیم ایران تا 25 سالگی ایران بودم، بعد برگشتم اینجا، خانوادم رو آوردم و بچه ها خیلی سرگذشت خانواده اینجا. بچه ها سرگذشت زندگی ایمان خیلی خوشگله. چرا؟ چون ایمان خودش تنهایی اومده آمریکا. نمیدونستم چه سالی اومدم. آره 25 سالگی تنها اومدی؟ آره آره تنها اومدم اینجا، هیچ کسی رو هم نداشتم، هیچ کسی. آسون نبود ولی انجامش دادم. بچه ها اومد همسرشون رو آورد، چند تا خواهرتون آورد بگو برام. آره، یه برادرم آوردم، دو تا خواهرام آوردم، بابام آوردم. یه بار دیگه از اول بگو، من می‌خوام این قسمتش رو بگو اوکی. اول برای شوهرم اپلای کردم آوردمش، بعد بابام آوردم، بعد دو تا خواهرام آوردم، بعد مامانش در قید حیات نبوده ولی اونم می آورد. آره آره، مامانم وسط کار عمرشو داد به شما. بعد دیگه کلی هم دوست دور برمون آوردم از طریق دانشجویی، دانش آموزی، از طریق لاتاری دو نفر آوردم. بچه ایمان از اون آدماییه که یه نفر اومده 100 نفر آورده. دایی دوست من 76 نفر آورده. مادر بزرگ آورده. مادر بزرگ ریشه کرده تو آمریکا. من هنوز رکوردشو نزدم. آره 76 تا. خیلی ها. خوبی آمریکا همینه بچه ها. شما وقتی یک نفر بیاد میتونه کل خانواده رو بیاره. ولی با صبوری. کجای دنیا اینجوریه؟ کجا؟ کجا میخوای بری که بتونی بقیه خانوادت رو ببری؟ قبول داری؟ آره. البته اینا که من بهتون میگم، من 2004 اومدم، الان 2023 که خیلی طول کشیده. فکر نکنیم فردا هم بیای بقیه رو میاری. آره واقعا صبوری میخواد. بچه ها برای مهاجرت بهتره 21 سالتون باشه که جاب آفر میخوای انتخاب کنین. 20 سال حتما تحصیل اقدام کنین و راحت هم ویزا میگیری. امارات اینجوریه. چجوریه؟ امارات به خود آدم ها پاسپورت نمیده. چجوری میتونین برید اونجا زندگی کنین؟
خب دوستان عزیز، ما خیلی خوشحال شدیم. اگه سوالی مونده بنویسید، اگه سوالی نیست ما یه جلسه داریم با هم دیگه، الان باید بریم به جلسه‌مون برسیم. استارباکس رو ریختیم و قشنگ همه ساکت آروم نشستن دارن یه کافی میخورن، لپتاپشون جلوشونه. این آخری جواب بده، من قنات هستم با سن 43 سال. میتونم برای کانادا اقدام کنم؟ برای آمریکا میتونیم آشپزی؟ آره ما رستوران زیاد داریم برای آمریکا، جاب آفر میخوان. آمین، مرسی سپورت میکنی، جواب میدی. اصلا ما کلاینت همون عشقن، عشق واقعا. مرسی، دوستتون دارم. تا حالا دیدی تو پیج مهاجرتی لایف بذاری کلاینت یه جواب بقیه رو با عشق بره؟ واقعا مرسی. معمولا واسه جواب سوالا وقت قبل میگیرن. آره واقعا. بچه تو آمریکا اینجوری شما وقتی سوال بپرسید از مشاوره از وکیل شارژتون میکنن، ولی ما قلبی با شما هستیم. باشه عزیزم، ما دایرکتمون هم پول میدیم چک کنیم. خب دوستان عزیز، اگر سوالی چیزی نداری، آبی جان خیلی مرسی که حواست هست. دخترم انشالله زود تو آمریکا به این پیام بدی با خطتون. دوستان واسه این دوستانی که وقت سفارت دارن هم واسه همون دعا کنیم. امتحان گواهی نامه‌نگاری در کانادا به زبان ایرانی هستش؟ توی کانادا نه، آمریکا هم همه جاش نیست، تو کالیفرنیا هم چون ایرانی زیاده، تو ویرجینیا هم هست، بیشتر استیت ها میشه. من امروز میرم دی ام بی واسه تون حتما میذارم، میشه با فارسی امتحان داد، شما فقط بیاید. بچه ها خیلی خوشحال شدیم، شبتون بخیر و شادی باشه. مرسی که کنارمون بودی، دوستتون دارم. من جان شما خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. هر سوالی داشتین پیام بذارید، در خدمتتون هستم. روزگارتون بخیر و شادی، شبتون خوش، انشالله که حال دلتون هر جای دنیا هستید خوش باشه. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.